خب بینندگان عزیز، خوشحالیم که دوباره با شما خواهیم بود در بخش گفتگوی این هفته در ادامه برنامه دو جلسه پیشمون در خصوص انجیل برنابا. دو جلسه گذشته در واقع در این خصوص صحبت کردیم که از لحاظ تاریخی و یه خوردم از لحاظ متن گفتیم امروز بررسی خواهیم کرد. میخوایم بیشتر امروز تمرکزمون رو روی متن، ولی اول بریم یه خلاصه و جمع‌بندی بکنیم که از اونایی که با ما نبودن شاید در دو برنامه گذشته بدونن ما چی میخوایم بگیم و بعد بریم داخل متن. کی شروع میکنه؟ از کی بپرسم؟ هر کی که چراغش روشن. در مورد انجیل برنامه که اینکه چرا اصلا دنیای اسلام بهش اشاره میکنه، چرا نوشته شده، چرا اینقدر دنیای اسلام بهش توجه داره. خب ما در طول دو برنامه گذاشتم گفتیم که همیشه دنیای اسلام دنبال این بوده که مدرکی رو پیدا بکنه بتونه بر علیه مسیحیت به کار ببره. و وقتی که نوشته ای هست که انتشارات بسیج اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله، انتشارات بسیج اون دوباره برمیگره به اون کشفیاتی که سال 2000 انجام داد و بعد توی سال 2012 اون رو رسانه‌ها شروع کردن در مورد صحبت کردن. این نسخه‌ای بود که ادعا می‌کردن مثلا نشریه بسیج که این برمیگرده به قرن پنجم و در واقع این نسخه قدیمی انجیل برناباس که به زبان سوریانی نوشته شده و تاکیدشون و به قول معروف دلیلی که به سنگش رو به سینه می‌زدن به خاطر اینکه این کتاب انجیل برنابا که داریم در موردش صحبت می‌کنیم انجیلی هستش که در تایید تعالیم اسلام استفاده شده. و توی این انجیل برنابا اگر دوستان عزیز این رو مطالعه بکنن که نسخه آنلاینش همه جا به صورت رایگان در دسترس هست و مطمئناً اگر توی کتاب فروش‌های ایرانی هم برید بگید انجیل به جای اینکه انجیل مسیحیان رو بهتون بدن انجیل برنابا رو بهتون خواهند فروخشون قانونی هست، شما خواهید دید که اونجا اصلا تمام متن به نظر میاد الهامات و صحبت‌ها خیلی شباهت داره با اون چیزی که قرآن داره تعلیم میده. یکی از بخشی که اون دفعه خوندیم داستان رانده شدن آدم و حواس، وقتی آدم از باغ عدن بیرون میره اصلا سردر باغ عدن میبینه میشه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اصلا چیزی هیچ صحبتی از پیامبر اسلام و از الله و اون واژگان و اصطلاحات اسلامی و قرآنی ما توی اناجیل نداریم، ولی ببینیم خیلی بوی اسلامی داره انجیل برنابا. و دلایلی که این ما توی یکی دو جلسه گذشته از زاویه‌های مختلف دلایلش رو نگاه کردیم و به شروع به نقدش پرداختیم و به اینکه چطور چه فاکتورهایی رو دارن ازش استفاده میکنن تا این حقانیت این کتاب رو ازش ثابت بکنن، ما دلایل رو نگاه کردیم. یکی از دلایل این بود، دو سه تا دلیل رو امروز یه نگاه کوتاهی خواهیم کرد بعد وارد بحث نقد داخل متن خواهیم شد، که اولا این انجیل نوشته شده و به نظرم میاد که این انجیل به واسطه یک مسلمان یا حتی شاید یک مسیحی که بعد مسلمان میشه نوشته شده تا تعالیم اسلام رو تایید بکنه، چون خیلی از آموزه‌های اسلامی رو ما میبینیم درش وجود داره که قرآن ازش صحبت میکنه و انگار به نظر انگار یک کتاب اضافه بر سازمان، کتاب جانبی و حاشیه‌ای هستش برای تایید به اون چیزی که قرآن داره تعلیم میده. درسته، ما خیلی از کشیشان عزیز شنیدیم که یکی از معیارهایی که اناجیل رو تعیین کردن این بود که در راستای بقیه اناجیل باشه و در تضاد نباشه، ولی ما می‌بینیم این کتاب کاملا در تضاد با بقیه اناجیله. و همطور که شما گفتین داشتم اشاره می‌کردم به اینکه چه چیزی انتشار یافته در اون انتشارات بسیج که اونها می‌خواستن حقانیت اسلام رو نشون بدن و این جور فکر می‌کردم که می‌تونه سقوط مسیحیت رو، آغاز سقوط مسیحیت رو ببینم، ولی خبرهای خوش به قول من همیشه خیلی عمرشون کوتاهه و بعد از مرور زمان پژوهش‌هایی که انجام شد، اطلاعاتی که مردم کسب کردن از این نسخه دیدن نه خیلی یک سند قابلی استنادی نیست که بخواد صحبت‌ها رو تأکید بکنه و چیزی رو تکذیب بکنه. مسیحیت ضربه‌های خیلی سنگین‌تر از این خورده. این صحبتی نبوده که هیچ وقت پایه‌های ایمان مسیحی رو به قول معروف بلرزونه. قبل از اینکه این کتاب بیاد و حقانیت انجیل رو زیر سوال ببره، اول باید حقانیت خودش رو ثابت بکنه و بعد از اینکه مورد ارزیابی و نقد قرار گیره و اگر سر بلند بیرون آمد، بله اون موقع میتونیم اون رو به وسیله یک وسیله بدونیم برای یه رد دیدگاه‌های دیگه. ولی به نظر میاد مطمئن هستیم که این کتاب مشکلات اساسی خیلی زیاده داره، چه تاریخی، چه درونی و چه هماهنگی که با کتاب دیگه که ازش نقل قول میکنم. پس صحبتمون رو متمرکز کردیم روی نسخه 13 هم و شاید نسخه که مال قرن 14 هم و 15 هم از حالات
بیشتر دلایل نشون میده که مال قرن 16 هم هست، ولی صحبت از این کردیم که این نسخه هم که نوشته شده حکایاتی که درش برده شده، چه از مقدمه‌ای که درش هست بیشتر خیال پردازی های و یا اثباتی است که بیشتر جو میده به مسئله و در واقع مسئله رو که مطرح میکنه از پدران کلیسا، از آیرینیوس صحبت کردیم، وجود خارجی نداره. پس یه نگاه کنیم بر مقدمه هایی که برای این کتاب نوشته شده در اسناد تاریخی و اسنادی که امروز داریم. ادوین جان کتاب هایی رو معرفی کردن از انجیل برنابا و اونها رو با هم بررسی کردیم و این مقدمه هاش کار به جایی نمیبره. در کنار اون صحبت های تاریخی رو کردیم، گفتیم این کتاب استناد میکنه از کتب مختلف عهد جدید و عهد عتیق و واقعا اگه بخواد برگرده و نزدیکتر به قرن اول بشه نمیتونست دسترسی به این کتاب ها داشته باشه، چون کانون کتاب مقدس چند قرن بعد تازه دور هم جمع گردآوری میشه و جمع میشه و اونجوری مثلا نبود که با کتاب مقدس هست همه باشه و از تمام کتاب ها استخراج کنن و بنویسن. صحبتمون یه خورده در این محدوده رفت، صحبت تاریخی رو کردیم، صحبت مقدمه ها رو کردیم و صحبت امروز میخوایم تمرکزمون رو بیشتر بذاریم ولی بریم داخل متن. ولی قبل از اون من فکر میکنم سه تا ادعایی رو که شاید ما نگاه میکنیم در واقع کتاب انجیل برنابا نوشته شده برای اون رو با هم نگاه بکنیم و بعد بریم بیشتر داخل متن بشیم. شاید نکته اول این هست که ادعای مسلمانان رو در خصوص این کتاب برای اینکه نشون بدن کتاب مسیحیان تحریف شده استفاده میشه. پس میگن انجیل برنابا انجیل راستینه، انجیلای شما تحریف شده، این انجیل در راستای قرآن هم هست، پس مال شما رد هست، انجیل برنابا درسته. در واقع تحریف باور مسیحی و تحریف کتب مسیحی هست.